نمایش قدرت خدا. دوست گرامی من، آیا در حال حاضر شما در حال تجربه آزمایش هایی هستید که در برابر آنها کاملا عاجز و درمانده اید؟ آیا با مشکلات کاری و شغلی دست و پنجه نرم می کنید و هیچ توانی برای حل آن ندارید؟ آیا بیماری و دردهای جسمی شما را کاملا عاجز و زمینگیر نموده اند؟ آیا چالش‌های رابطه‌ای با انسان‌های دیگه شما را کلافه کرده و آرامش را از شما سلب نموده؟ آیا کمبودهای مالی شما را در نگرانی، ترس و اضطراب اسیر نموده؟ به راستی مشکل، کمبود یا چالش اصلی که تمام فکر شما را به خودش مشغول نگه داشته و انرژی شما را برای برخورداری از یک زندگی شاد و سازنده نابود کرده چیه؟ اجازه بفرمایید تا سوال دیگری نیز از شما بپرسم. دوست من، آیا دارید در این شرایط خود چه آشکارا و یا در نهان دائم از خداوند گله می کنید و با خشم از او می پرسید که چرا اجازه داده ای من با چنین شرایط عذاب‌آوری درگیر باشم؟ دوست عزیز، اگر کلام خدا را مطالعه فرموده باشید، شرایط بسیار دشوار و به ظاهر لاینحل شما باید حال و روز قوم اسرائیل را به یادتون بیاره.
زمانی که آنها در بین سپاه فرعون مصر در پی کشتارشان اسوی و دریای خروشان اسوی دیگر گرفتار شده بودند. کمی به آن موقعیت قوم اسرائیل فکر کنید، به درماندگی، ترس و ناامیدی که با دیدن خود در آن موقعیت بر آنها مستولی شده بود. ولی خداوند هنوز آنها را ترک نکرده بود. بله، خدا داشت درس بزرگی به قوم اسرائیل می‌داد، درسی که آنها مکررن احتیاج به آموختن آن داشتند. می‌دونید چه درسی؟ دوست من، این درس که ضعف و ناتوانی قوم اسرائیل به سادگی طریق عیانسازی قدرت و حکمت ژرف و بیپایان خداوند را به نمایش بگذاره. عزیزان، در کلام خدا می‌خونیم که درست در زمانی که قوم اسرائیل کاملاً درمانده و عاجز از هر گونه عملی برای نجات خود از آن مهلکه مرگاور بودند، خداوند آب دریا را از هم جدا کرد، راه خشکی به وجود آورد و قوم اسرائیل بر کف خشک شده دریا راه پیموده و به آن طرف رسیدند. دوست من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان دارید و در اراده الهی او زندگی می کنید، هرگز نباید ترس و استراب بر شما غلبه کنه و زمینگیرتان سازد. همان خداوندی که قوم اسرائیل را از میان دریا عبور داد، امروز با شماست. او کاملا قادر تا هر دریایی که آرامش و سلامت را از شما سلب نموده از هم بگشاید. لطفا توجه بفرمایید، خداوند در مشیت و اراده الهی خود اجازه داده تا شما با چنین شرایط بسیار دشواری که روبرو هستید مواجه باشید تا کاملا در اتکال کامل به او زندگی کنید. نترس دوست من، خداوند ترکتان نکرده. خواست او را اطاعت کن، در اراده الهی او باش و اطمینان داشته باش که خداوند حتماً شما را بر هر مشکلی پیروز خواهد گردانید. در کلام خدا در کتاب خروج فصل 14 آیه 13 موسی به قوم اسرائیل گفت: نترسید، بایستید و ببینید که خداوند امروز برای نجات شما چه می کند. شما هرگز دوباره مصریان را نخواهید دید. آمین. بله دوست من، نترس، بایست و ببین که خداوند امروز برای نجات شما چه خواهد کرد. فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد. آمین.